ببینید، از نظر نیروی انسانی، از نظر مدیریت، از نظر سازمان تولید، روی هر کدوم از اینا می شود رساله ها نوشت. جمهوری اسلامی نشان داده است که در جذب کردن عناصر ناکارآمد فقط به حکم اینکه خودفروخته باشند و حاضر بشوند چاقو بکشند، یک نبوغ داره. ببینید، استاد دانشگاه رو من اینا که عرض میکنم، برای هر کدوم ده ها نام دارم. استاد برجسته ریاضیات رو پاکسازی میکنن، رئیس دانشگاه رو شخصی میذارن که چاقو کشه و افتخار میکنن که من به دست خودم به روی دختر بی حجاب اسید پاشیدم. خود من شاهد این قضیه بودم. ملاحظه بفرمایید، دنج نیرویی که شما وقتی نگاه بکنید ببینید کدوم نیرو رو از خود میرونه این نظام، کدوم نیرو رو جذب میکنه. این قضیه وقتی سال 57 آغاز شد، بعد 3-4 سال نتیجه خودش رو بروز داده بود. یعنی مجموعه نیروهایی که جذب جمهوری اسلامی شدن، یا این افراد به شدت ناکارآمد بودن و یا افرادی بودند که ناگزیرن سرشون بندازن پایین برای ادامه زندگی باقی بمونن، ولی تن بدن به امر این ناکارآمدها. این اصل نیروی انسانی است. دومیش مقوله مدیریت. مدیریت یکی از عوامل عمده تولیده و تحقیقات بسیار جدی اقتصاد که حتی برنده جوایز نوبل شدند نشون داده است که سهم بزرگی از تولید و افزایش تولید به مدیریت و نوع سازمان برمیگرد. مدیریت اینها مدیریت قبیله‌ای و حجره‌ای است، یعنی افراد خودشون رو به بالاترین سمت‌ها برمیگمارند و شایسته ترین آدم ها رو که اگر با اینا همخون نباشه، دی انش با اینا نخونه، میندازن بیرون. دنج مدیریت میشود مدیریت ناکارآمد و فاسد. دیگری شکل سازمانه. اینا شکل سازمانده مدرن و اصلا حالیشون نبوده از اول تا آخرش. چیزی که در اقتصاد بهش بگیم سینرژی، یعنی همافزایی نیروها که در سازمان پدید میاد. از این نظر سازمان ها مدام در نظام های اقتصادی مدر در حال تحولن، مدیریت های نوع جدیدی اختراع میشن، به کار بسته میشن، در نتیجه تولید بالا میره. این مسئله گرفتاری اساسی جمهوری اسلامی است و اندمیکه، یعنی در استخون ها، در به اصطلاح در مغز استخون جمهوری اسلامی وجود داره. با هیچ بزکی، با هیچ توصیه‌ای هم این اصلاح پذیر نیست. در با برجام هم اصلاح پذیر نیست، با پول مفت هم اصلاح پذیر نیست. با پول نیست. ببینید، پول وقتی وارد یک نظامه، شما ببینید مثل ظروف مرتبط، خطوط لوله به هم ربط دارن. اگر خطوط لوله شما اون ساختار رو دارن، هر چی وارد کنی در اون ساختار میگرده، ساختار رو دگرگون نمیکنه. در نتیجه با اون وسیله، فرض کنید که بعد از برجام رقم تایید نشده بزرگی در حدود 100 میلیارد دلار وارد ایران شد، به در اختیار ایران قرار گرفت. این معلوم نشد چگونه مصرف شد. نشد. 20 میلیارد دلارشو گفتن گرفتیم. حالا و بقیه همینطور که میفرمایید اصلا معلوم نشد چطور مصرف شد. خودشون از خودشون میپرسن چی شد. بله بله. عرض کنم این مسئله، عذر میخوام، این مسئله یعنی به ورود پول در ایران، عملا در شبکه تغذیه نیروهای ناسالم به اونا تقویت رسوند، فساد رو بالا برد و ذخیره هایی که به اذن خود نظام، به خاطر خود نظام در خارج کشور انجام میگیره، این افزوده شد، ولی به اقتصاد ملی و به معیشت مردم کمکی نکرد.